خدمات مخابراتی در اکثر ولسوالی های هرات از طرف شب به دلیل خاموش بودن آنتن های مخابراتی ارائه نمی شود. مسئولان ریاست مخابرات با تایید این مسئله می گویند تا کنون چندین بار از شرکت های مخابراتی خواستند تا خدمات خود را 24 ساعته کنند اما تا کنون به آن رسیدگی نشده است. ناامنی و تهدید طالبان باعث شده تا شرکت های مخابراتی نتوانند از طرف شب خدمات ارائه کنند. به این گزارش توجه کنید. قطع دوازده ساعته خدمات مخابراتی در ولسوالی های هرات به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی بر بنیاد گزارش های اداره مخابرات هرات خدمات مخابراتی به دستور مخالفان مسلح دولت از طرف شب در اکثر ولسوالی های هرات قطع می گردد. مسئولان مخابرات تاکید دارند قطع خدمات مخابراتی باشندگان ولسوالی های هرات را از طرف شب به دردسر انداخته است این مسئولان میگویند با وجودی که چندین بار از مسئولان محلی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند اما مسئولان محلی هرات تاکنون اقدامی برای رفع این چالش نکردند ما در اکثریت ولسوالی های هرات مشکلات امنیتی داریم مثلا نمیتونیم گفته که در کدام ولسوالی قطعا مشکل امنیتی نداریم در تمام ولسوالی ما مشکلات امنیتی خورد داریم و به تعداد زیادی از آنتنا و شبکه های مخابراتی از طرف شب یعنی خاموش میشن و به شکل دوازده ساعته کار میکنن به گفته رئیس مخابرات هرات سطح تهدیدهای امنیتی در ولسوالی های شیندند ادرسکن کشک کهنه و قوریان در برابر آنتن های مخابراتی به تناسب سایر ولسوالی ها بالاتر است وی از مسئولان امنیتی می خواهد تا به منظور تداوم روند ارتباطات به این مشکل به گونه جدی رسیدگی کنند ولسوالیایی که ناامن هستند مثل کشک کونه و شیندند و ادرسکان و غوریان و مثلا گلران و این ولسوالیایی هستند که بیشترین تهدیدهای امنیتی ما در زونه داره. در این میان مسئولان محلی هرات میپذیرند که در امر مهار تهدیدهای امنیتی در برابر آنتن های شرکت های مخابراتی در ولسوالی های این ولایت پیشرفت قابل قبولی نداشتند اما از تلاش ها به منظور تامین امنیت خدمات مخابراتی در ولسوالی های هرات سخن میزنند مثلا در ولایت قندهار یا در ولایت هلمند یا در ولایت فرا در اونجه تهدید میشه که اگر در ولایت هرات آنتن از طرف شب قطع نشه ما آنتن ولایت فرار از بین میبره و چون این خدمات شبکه ای اجرا میشه اینا مجبورن که اینو تطبیق بکنند مقام ولایت هرات دیدگاهشانی بود که به هیچ اونون قابل پذیرش برای ما نیست که چنین وضعیت ادامه پیدا کنه این در حالی است که به گفته مسئولان ریاست مخابرات هرات از آغاز سال روان تا کنون چندین آنتن شرکت های مخابراتی در برخی از ولیسپالی های هرات از سوی طالبان به آتش کشیده شده است.